بیش از 400 دستگاه خودروی نفربر زرهی و عبوری در شرایط سخت کوهستانی هم تحویل فرماندهی مرزبانی ناجا شد. رونمایی از بیش از 400 دستگاه تجهیزات دفاعی و ترابری در ناجا، آن هم به دست توانای متخصصان داخلی که این بار نیز گل کاشتند. اینا از لحاظ حرکتشون توی زمین‌های بادلاقی، زمین‌های برفی یه در واقع قابلیت خیلی خوبی داره. از طرفی بدنه اینا ضد گلوله است. ضریب امنیت کارکنان مرزبانی رو در مقابل حملات معارضین و دشمن که ما در مرزهامون داریم بالا میبره، افزایش میده. خودروی نفربر زرهی رخش، نفربر زرهی کیا، شناورهای هیدر و گلف، وانت کمکدار عرس، کاپرا، آمبولانس‌های هارتاپ و سایر خودروها از جمله این تجهیزات بود که این تجهیزات به فرماندهی مرزبانی از سوی آماد پشتیبانی ناجا تحویل داده شد. قرار است به زودی این خودروها در مرزهای کشور به طول بیش از 8000 کیلومتر مستقر شوند. با این ادوات و تجهیزات تحرک ما بالا می رود، امنیت ما افزایش و دشمن ناامید. داوود بدرعلی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما. همچنین فرمانده ناجا دستور الحاق 5 فروند شناور کلاس خلیج فارس به ناوگان مرزبانی دریای هرمزگان و خوزستان را به صورت ویدئو کنفرانس صادر کرد.